trabajar, trabajo. تزریق اولین واکسن کرونا تایید شده در جهان، واکسیناسیون کووید 19 در بریتانیا از امروز شروع شد. پایان آخرین مرحله رسیدگی به پرونده مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، دیوان عالی ایران حکم اعدام روح الله زم را تایید کرد. انتشار نتایج یک پژوهش درباره افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان، تعداد قربانیان در 3 سال گذشته 4 برابر شده. و 40مین سالگرد کشته شدن جان لنون، خواننده گروه بیتل ها و فعال صلح. سلام عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. اولین واکسن تایید شده کرونا در جهان امروز به یک زن سالمند در بریتانیا تزریق شد. امروز صدها نفر دیگر هم در بقیه نقاط بریتانیا اولین دوز از واکسن فایزر بایونتک رو دریافت می‌کنند. این در حالیه که از 3 روز پیش روسیه واکسیناسیون ساکنان مسکو رو شروع کرده، اما گفته شده که واکسن اسپوتنیک که این کشور ساخته و از اون استفاده میکنه هنوز مراحل پایانی آزمایش ها رو طی نکرده. چین هم واکسنی که هنوز در مراحل پایانی آزمایشه به 100 نفر تزریق کرده. سیاوش اردلان گزارش میده. این لحظه است که همه دنیا انتظارش رو میکشید. نام مارگارت کینان و بیمارستان دانشگاه شهر کاونتری در شمال بریتانیا را به خاطر بسپارید، چون اینجا اولین واکسن تایید شده کرونا در جهان امروز تزریق شد. مارگارت 91 ساله میگوید فقط خوشحال است که حالا میتواند کریسمس را با خانواده‌اش باشد. اما ذوق زدگی خدمه بیمارستان و مقام‌های بریتانیا از جمله وزیر بهداشت فراتر از این حرفا بود. خیلی احساساتی شدم وقتی تصاویر واکسن زدن مارگارت رو دیدم. به نظر چیز خیلی کوچیکی اومد. یه سوزن کوچولو که تو بازو تزریق میکنن و بعد از چند ثانیه تموم. اما در روند مبارزه با این ویروس لحظه خیلی مهمیه. و یک لحظه مهم دیگر، واکسن زدن نفر دوم در بریتانیا. نامش ویلیام شکسپیر. حالا نامی تاریخی از دو جهت. بعد از نزدیک به بیش از 61,000 جان باخته، بریتانیا روزهای بهتری را انتظار می‌کشد. اما تازه این اول راه است. مشکلات تولید و تدارکات برای ارسال و دریافت محموله‌های واکسن فایزر بایونتک از همین حالا دوران سختی را در ماه‌های آینده رقم می‌زند. بریتانیا هم مثل بعضی کشورهای دیگر بیشتر بر روی واکسن ساخت خودش، واکسن آکسفورد، حساب باز کرده تا تایید شود و هر چه زودتر مردم را واکسینه کنند. ولی برای تایید شدن این واکسن ساخت داخل بریتانیا باید اندکی بیشتر صبر کند. اما روسیه برای تایید واکسن ساخت داخل صبر نمی‌کند. روسیه عمدن از 3 روز پیش برنامه واکسیناسیون همگانی را شروع کرده. نام واکسن را هم مثل اولین ماهوارش به فضا اسپوتنیک گذاشته. اتفاقا تزریق واکسن اسپوتنیک از 3 ماه پیش شروع شد و روسیه اطمینان داده هرچند این واکسن تایید نشده ولی مطمئن است. در چین هم واکسن‌های ساخت داخل مراحل نهایی را نگذرانده ولی به صدها نفر تزریق شده و محموله‌ای هم از همین واکسن‌ها به امارات ارسال شده. بعضی کشورها حاضر شدند بدون گذراندن مراحل نهایی تایید واکسن ساخت خودشان از این واکسن‌ها استفاده کنند یا از واکسن ساخت دیگران استفاده کنند. اما خیلی کشورها هم ترجیح دادن صبر کنند، مثل ایران که هم در انتظار واکسن کوواکس از سازمان بهداشت جهانی است، هم در انتظار ساخت واکسنی در داخل که هنوز مشخص نیست اسمش چه خواهد بود. در مورد واکسن کوواکس، ایران با دیوار تحریم‌های آمریکا روبرو شده، هرچند وزارت خزانه داری آمریکا مجوز را داده. خوشبختانه داره میره رو فاز انسانی از هفته‌های آینده. به هر حال ایران گفته است تیر ماه سال آینده هم واکسن ساخت داخل را تکمیل می‌کند، هم واکسن کوواکس را از سازمان بهداشت جهانی دریافت خواهد کرد.
تا آن زمان هم شرایط فرق خواهد کرد و بالاخره اولین ایرانی روز خوشی را مثل مارگارت کینان تجربه خواهد کرد. سیاوش اردلان، بی بی سی. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از مقابله یکی از بیمارستان‌هایی که واکسیناسیون در اونجا هم آغاز شده از شهر اسلاو با ما هست و در این مورد بیشتر صحبت کنیم. بهرنگ، کمی به اون بگو که اونایی که امروز در بیمارستانی که پشت سرتو می‌بینیم واکسن رو گرفتن چه کسانی بودن؟ مجید، واکسیناسیون بیماران و افراد علیه کووید 19 امروز از ساعت 8 صبح اینجا در بیمارستان وکسن پارک شروع شد. اولین نفری که اینجا واکسینه شد یک پزشک متخصص اورژانس بود، کسی که به دلیل بیماری زمینه‌ای در اول شروع همگیری مجبور شده بود مدتی در خونه بمونه و کار نکنه. گروه های اولی که دارن در سراسر بریتانیا واکسینه میشن، اولا کادر درمانی هستن که مثل این پزشک نیازمند اینن که بتونن بیان سر کار و به دلیل بیماری های زمینه ای در معرض خطر قرار دارن. در کنار این کارکنان خانه های سالمندان هستن و یک سری از افراد بالای 80 سال، کسانی که به هر حال تمام اتفاقات چند ماه گذشته نشون میده که با بیشترین خطر مرگ در صورت ابتلا به ویروس کرونا مواجه هستند و به هر حال این افراد در اولویت گذاشته شدن. کسانی که امروز واکسینه میشن باید سه هفته بعد هم دوباره بیان، برای اینکه این واکسنی که شرکت فایزر و شرکت آلمانی بایونتک تولید کردن که یک تکنولوژی جدید هم هست، واکسنیه که در دو دوز باید به افراد تزریق بشه و در طول یک ماه آینده بریتانیا امیدوار حدود 4 میلیون نفر رو با این واکسن واکسینه کنه، تا اینکه واکسن‌های دیگه‌ای که به هر حال مراحل آزمایشیشون رو گذروندن و منتظر تایید نهایی دستگاه‌های ناظر هستن، اونها هم آماده بشن و بتونه این فرایند در واقع واکسیناسیون عمومی به گروه‌های دیگه و به مراحل بعدی هم برسه. و آغاز واکسیناسیون سراسری عملاً امیدهایی رو هم زنده کرده، به خصوص برای دولت بریتانیا که بتونه اقتصاد رو دوباره روی پای خودش برگردونه. فکر می‌کنی کی این اتفاق بیفته؟ ببین مجید، اتفاقی که باید بیفته دو چیزه. یکی این که اولاً انقدر بخش بزرگی از جامعه واکسینه بشن که دیگه نیازی به محدودیت‌ها و انواع اقسام محدودیت‌ها و قرنطینه‌ای که تا الان دیدیم نه فقط در بریتانیا، در خیلی از کشورها برای سرکوب این همه‌گیری وضع شده، دیگه نیازی به اونها نباشه. ولی این فقط یک بخش ماجراست. بخش دیگه این ماجرا اینه که این واکسیناسیون باید به طوری انجام بشه که آدم‌ها دیگه نگران نباشن که خروجشون از خونه، اگه برن رستوران، اگه برن سینما، اگه برن خرید، خطر ابتلا به یک ویروس مرگبار اونا رو تهدید میکنه. مسئله در واقع یک بخشی از مسئله اینه که مردم، مصرف کننده ها، اونها که اعتمادشون رو به وضعیت اقتصاد در واقع دوباره به دست میارن و اون ممکنه چندین و چند ماه طول بکشه. ممکنه احتیاج بشه که مثلا 3/4 افراد، 80% افراد کشور واکسینه بشن تا در هر کشوری ما به مرحله‌ای برسیم که مردم بتونن مثل قبل خرید کنن، تقاضا به اقتصاد برگرده و اقتصاد بتونه به شرایط عادیش برگرده. ممنون ازت بهرنگ تاجدین همکارم. و برای بحث بیشتر در این مورد دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن به ما پیوسته. آقای صدری، می‌دونیم که گروه از اولین گروه‌هایی که این واکسن رو دریافت می‌کنن کارکنان بهداشت و درمان در بریتانیا هستند. آیا شما هم جزء اون افراد هستید و بگید که چطور این پروسه داره انجام میشه؟ درود بر شما. همونجور که مستحضر هستید، 50 بیمارستان در سطح کشور مراکز تزریق واکسن فایزر هستند. بله، ما هم جز اونهایی هستیم که قرار هست که واکسینه بشیم، هرچند که من با خودش شخصا با وجودی که با هزاران بیمار تماس داشتم هنوز به بیماری مبتلا نشدم، ولی اکثریت همکاران من بیماری رو گرفتن و خب ما هم جز اینهایی هستیم که به قول معروف واکسینه خواهیم شد. حدود 50 مرکز هستم اونجا که عرض کردم از جمله بیمارستان ما و حدود
تعداد خیلی زیادی حدود 800 هزار دوز رو میدونیم که الان شروع شده تزریقش و پیش بینی میشه که 4 میلیون دوز دیگر هم در این ماه به دست افراد برسه و همونجور که مستحضر هستید و در اخبار اومده افرادی که بالای 80 سال هستند و همینطور پرسنل درمانی به خصوص اونایی که در خط اول هستن، امثال کسایی که مراقبت‌های ویژه اورژانس و یا داخلی کار میکنن در صف اول هستند. و با توجه به اینکه دو دوز باید تزریق بشه، فکر می‌کنید چقدر طول خواهد کشید این پروسه؟ ببینید، ما الان در حال حاضر اگر ملاحظه بفرمایید واکسن فایزر خب تایید شده، پیش بینی می‌کنیم که واکسن آکسفورد هم به زودی تایید بشه. علاوه بر اون ما الان حدود 10 واکسن در فاز سوم تحقیقی داریم در تمام دنیا و خب اگر که در می‌دونیم که ما واکسن مدرنا قرار هستش که اپریل وارد بریتانیا بشه و میلیون ها دوز از اون هم خریداری شده، پیش بینی میشه، من فکر میکنم که ما تا تابستان سال آینده بتونیم قشرهای آسیب پذیر رو واکسینه بکنیم و خب افراد جوانتر و سنین پایینتر رو هم مستحضر هستید که انقدر تماس زیاد بوده، اونها ایمنی گروهی یا ایمنی جمعی پیدا میکنن و فکر میکنم تا از تابستون یواش یواش دیگه قضیه به سمت عادی شدن دست کم حداقل 6-7 ماهی طول خواهد کشید. آقای دکتر، با توجه به اینکه این تکنولوژی، این واکسن تکنولوژی جدیدی هست، آیا و در شبکه‌های اجتماعی هم در مورد این تکنولوژی بسیار اطلاعات غلط داره دست به دست میشه، نگرانی باید کسی داشته باشه از اینکه این واکسن رو تزریق بکنه؟ حضورتون عرض کنم که خیر، ما همیشه دیدیم که در همه عرصه‌های زندگی یک قطب خرافات وجود داره و یک قطب علم. متاسفانه قطب خرافات همیشه حداکثر تلاشش رو میکنه که مسائل علمی رو به مخاطره بندازه. واکسن فایزر در یک مطالعه مرحله سوم بر روی 43,000 انسان مورد تحقیق قرار گرفته. تنها عوارضی که ازش دیده شده 2% سردرد بوده و حدود 3.8% دچار خستگی زودگذر شدند و اگر این رو با یه چیزی حدود 2-3% مرگ و میر برای بیماری کووید 19 در نظر بگیریم، اصلا قابل مقایسه نیست از نظر عوارض و هیچ گونه عارضه جدی در مورد این واکسن دیده نشده و متاسفانه همونجور که عرض کردم خرافات همیشه وجود داشتند و خواهند داشت. ممنونم از شما دکتر مازیار سعدی، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه‌مان. قوه قضاییه ایران میگوید حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز در دیوان عالی تایید شده. دادگاه انقلاب حدود 5 ماه پیش فعالیت‌های آقای زم رو مصداق افساد فی‌الارض خوند و او رو به اعدام محکوم کرد. او در دادگاه بخشی از اتهام‌ها و اعتراف‌های تلویزیونی‌اش را رد کرده بود. اطلاعات سپاه ایران آقای زم را که در فرانسه زندگی می‌کرد مهماه پارسال دستگیر کرد. گفته شده او در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس به ما پیوسته. آقای علیجانی، حکم رو دیدید و تایید حکم رو شنیدید، نظر شما و واکنش شما رو بشنوید. با سلام، البته دور از انتظار نبود، با توجه به انبوهی از موارد اتهامی که مطرح کرده بودن، با توجه به خط و نشانهایی که میکشیدن و مهمتر از همه نگاه دشمن محوری که حاکمان جمهوری اسلامی دارن، اینا خودشون رو براش خودشون مقام عصمت قائلن. اگر مردم اعتراض میکنن تحریک دشمن هست، اعتراضات دیماه 96 کار آمد نیوز و روح الله زم هست. اما خطاب به کسانی که آقای زم رو محکوم به اعدام کردن به چند جمله گفت. روح الله زم متولد 1357، یعنی همزاد حکومت شماست، محصول نظام آموزشی شماست، پدرش از مقامات شما بوده، پشت آقای خامنه‌ای تو بیت شما نماز میخونده، نمادی از اسیان و سرکشی فرزندان بر پدران فکریشون. وقتی که شما روح الله زم رو 88 میگیرید، تحقیر میکنید، سرکوب میکنید، شکنجه میکنید، این در برابر شما خواهد ایستاد. روح الله کوچک در برابر حکومت روح الله بزرگ.
میاد کثافت‌های خود شما رو جلو چشمتون میگیره. 63 حساب رئیس قوه قضاییه، پرونده سعید طوسی، تازه راست و دروغ خبرهاش هم که خود شماها خبر میدادین. اگر خود شکن آیین شکستن خطاست، شما باید حکم اعدام خودتون رو، سیستمتون رو صادر بکنید، نه روح لازم که فرزند شماست و بدیهای شما شوریده، همه اون زیر و بم شخصیتیش هم برساخته تربیت یافته مکتب و نظام آموزشی خود شماست. البته امیدواریم که به ویژه با پادرمیانی آقای سیستانی، از ایشون هم این انتظار میره که وقتی از بیتیشون سوء استفاده میشه، وقتی از اسمیشون سوء استفاده میشه، پادرمیانی بکنن که دو فرزند ایشون بدون پدر نشه. و واقعا در سیستم قضایی ایران آیا الان راهی باقی مانده برای اینکه این اتفاق بیفته؟ سیستم قضایی ایران هیچ موقع قانون محور نیست، کل مملکت قانون محور نیست. کسانی رو متهم به جاسوسی میکنن بعد آزادشون میکنن، بله اگر بخواهند میتوانند. امیدوارم که در این یه مورد حداقل این شرافت و وجدان رو داشته باشن که خودشون رو بشکنن. نه ببینید، موقعی که به خداشون میرسه تو پرونده قطعهای زنجیری طبقه بندی میکنن، مرحله بندی میکنن، این عامل، این مباشر، این فلان، همه رو تبرئه میکنن. اگر بخواهن میتوانن. امیدوارم در این مورد هم این مسئله تکرار بشه. این رو هم اضافه بکنم که پرونده روح لازم یک آزمون اخلاقی برای طرفداران حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری هم هست، چون دفاع از حقوق بشر بدون قید و شرطه. جدا از این که ما رو روح لازم، آمد نیوز، حرکتش، من اینها چه تحلیلی داشته باشیم، به نظر میرسه که باید همه دست جمعی به این حکم اعتراض بکنیم. باید روح لازم که آدم نکشته، که نهایت اومده یک سری خبر راست بگوه که خود شما دادید منعکس کرده. آیا دیماه 96 که این همه محصول ظلم و ستم شماست کار روح لازم بوده، آبان 98 رو چی میگید؟ آیا اینها هم تحریکات گولا زن بوده؟ من فکر میکنم همون بوده که آقای زن در عنوان یه فرزندی که پشت آقای خامنه‌ای نماز خونده، یه نامه این داره به آقای خامنه‌ای، میگه منم فکر میکنم شما هم مثل شاه دیر صدای مردم رو بشنوید. حالا اون صدای مردم رو شنید، سعی کرد دیگه خونریزی نکنه و گولا زن با اندوه این جمله رو میگه که ولی تصور نمی‌کنم شما دست بردارین از کشور خارج بشین، لااقل دست از سر جان گولا زن بردارین. ممنونم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی. با نگاه دوباره با هم داشته باشیم به عناوین مهم خبری روز. اولین واکسن تایید شده کرونا در جهان امروز به یک زن سالمند در بریتانیا تزریق شد. در ایران دیوان عالی کشور حکم اعدام روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را تایید کرد. در ادامه این برنامه. چه سال از کشته شدن جان لنون، یکی از خواننده های گروه بیتل ها گذشت. نتیجه یک پژوهش دانشگاه براون آمریکا نشان می‌دهد در 3 سال گذشته تلفات غیر نظامی ها در حملات هوایی نیروهای ائتلاف در افغانستان نسبت به سالهای گذشته بیشتر از 4 برابر شده. این تحقیق همچنین می‌گوید تعداد غیر نظامیانی که از زمان آغاز گفتگوهای بین افغانی در حملات نیروهای دولتی افغانستان کشته شدن بی سابقه بوده. دولت افغانستان اما کشته شدن غیر نظامی ها در حملات هوایی نیروهای امنیتی این کشور رو رد میکنه. علی حسینی از کابل گزارش میده. اعتراض به حمله هوایی که جان 12 عضو یک خانواده را گرفت. ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب سال 2019. 2019 سال بیشترین تعداد تلفات غیر نظامی های افغان در حملات هوایی 19 سال اخیر است. نتیجه تحقیقی که توسط دانشگاه براون آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که از سال 2017 تا سال 2019 حملات هوایی نیروهای آمریکایی افزایش یافت، با این هدف که طالبان را به پای میز مذاکره بکشانند. بر اساس این تحقیق و بنابر آماری که سازمان ملل متحد ارائه کرده، در این 3 سال به نوبت 300 غیر نظامی، 500 و در نهایت 700 غیر نظامی در حملات هوایی کشته شدند. پس از سال 2019 و توافق بین آمریکا و طالبان، حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان چند برابر افزایش یافته. در نتیجه بیشتر از هر زمان دیگری به غیر نظامی ها آسیب رسیده.
در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 86 غیر نظامی و در ربع سوم همین سال همزمان با گفتگوهای صلح 70 غیر نظامی در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان کشته شدند، 90 نفر هم زخمی. از دید حکومت اما عامل اصلی این تلفات طالبان هستند. طالبان این ادعا را بارها رد کردند. عامل اصلی تلفات افراد ملکی در افغانستان طالبان هستند. طالبان در میان خانه‌های مردم موضع می‌گیرند، افراد ملکی را به عنوان سپر استفاده می‌کنند، در داخل شهرها در میان افراد ملکی انتحار و انفجار انجام می‌دهند. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت علیه غیر نظامی ها همچنان ادامه دارد و تمام طرف ها عامل کشتن غیر نظامی ها هستند. در جریان 6 ماه نخست سال 2020 میلادی 2957 غیر نظامی در نتیجه 880 رویداد امنیتی قربانی شدند که به صورت میانگین 16 غیر نظامی در افغانستان هر روز یا روزانه کشته و زخمی به ثبت رسیدند. طی سالهای گذشته ده ها هزار غیر نظامی در جنگ افغانستان جان خود را از دست دادند، به ویژه کودکان. آمارها نشان می‌دهد که در 14 سال گذشته روزانه به طور متوسط 5 کودک کشته یا زخمی شدند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. 4 ماه پیش در انفجار مرگبار مرکز بیروت پایتخت لبنان بیشتر از 200 نفر کشته شدند و عده زیادی مجروح. با گذشت 4 ماه اما هنوز جزئیاتی از علت این حادثه اعلام نشده. ده ها نفر دستگیر شدند ولی هنوز هیچ کسی مسئولیت این حادثه را قبول نکرده و قربانیان هم غرامتی نگرفتند. مرکز حادثه بندر بیروت بود، جایی که اورینت کوین تنها کشتی تفریحی لبنان پهلو گرفته بود. کوینتین سامرویل خبرنگار خاورمیانه بی بی سی گذشت. Lebanon is living in a state of aftermath. لبنان امروز در پس لرزه های یک حادثه. این اورینت کوین تنها کشتی تفریحی لبنان بود. 4 ماه پیش فشار ناشی از انفجار بندر به طور کامل به این کشتی رسید. در آن لحظه فقط خدمه کشتی برم بودن به آتش گرفتن انبار واقع در اسکله را تماشا می کردن بدون آن که بدانند قرار است چه اتفاقی بیفتد. The ship's home port. اسکله به یک خرابه تبدیل شد. کشتی سر جایش ایستاده بود اما موتورخانه را آب فرا گرفت. بعضی خدمه ناپدید شده بودند. در طرف اسکله آشپز کشتی مایکل ویلیان شدیداً مجروح شده بود. داخل کشتی داغون شده بود. به سختی میتونستیم بیایم بیرون. من متوجه انفجار دوم نشدم چون بعد از انفجار اول به دیوار کوبیده شدم. وقتی اومدم بیرون میخواستم وایسم ولی نمیتونستم چون پام خورد شده بود. Now back in the Philippines, 4 operations later, they've managed to save his leg. حالا به کشورش فیلیپین برگشته و بعد از 4 عمل جراحی پایش را نجات دادند. در بندر بیروت همه چیز به هم ریخته بود ولی در اورینت کوین جستجو برای خدمه مفقود شده ادامه داشت. 2 ساعت طول کشید تا جسد هایلی رتا را پیدا کنند. این ملوان اهل اتیوپی از عرشه به بیرون پرت شده بود و جسدش را در اسکله دیگری پیدا کردند. از مصطفی آیروت تا چندین روز خبری نبود. پدرش از سوریه به بیروت آمد با استفاده از دی ان ای او بقایای پسرش را شناسایی کند. انفجار آن ذره ای از اعتبار باقی مانده دولت لبنان را که سالها مواد شیمیایی خطرناک را در قلب شهر انبار کرده بود را هم با خود برد. برای ذهن قبول کردنش خیلی سخته. برای دل پذیرفتنش امکان پذیر نیست. این هانا ابو مهری صاحب کشتی است. اگه همچین بلایی سر سیمان آهن اومده میتونی تصور کنی؟ او برای اولین بار دارد خرابی ها را میبیند. مثل بسیاری دیگر در اینجا خشم و ناباوری وجودش را فرا گرفته که چقدر ساده میشد جلوی این اتفاق را گرفت. I blame every person that knew what was there at the port and not taking action.
از نظر من هر کسی که میدونست اونجا چی وجود داره و کاری نکرد مسئوله. چه آدم‌های بیگناهی که عزیزاشون رو از دست دادن، خونه، کار و عزیزاشون همه رو از دست دادن، نه فقط ما و افرادی که توی کشتی ما بودن. ده ها نفر دستگیر شدند، اما نتیجه تحقیقی که قرار بود چند روزه باشد بعد از 4 ماه هنوز مشخص نیست. این صحنه یک جنایته. دولت میدونست اینجا انبار مواد شیمیایی خطرناکه، همینطور دادگستری و مسئولان بندر. فقط از مردم پنهان شده بود و حالا اونا شک دارن هیچ نتیجه مثبتی از این خرابه فساد بیرون بیاد. کشتی اورینت کوین از بین رفت و دیگر به دریا نخواهد زد. اعتبار مسئولان هم دیگر بر نخواهد گشت. BBC News، بیروت. 40 سال پیش در چنین روزی جان لنون، خواننده مشهور و عضو سابق گروه بیتل ها، وقتی به خونه‌اش در ساختمان داکوتا در نیویورک برمیگشت به ضرب گلوله کشته شد. این خبر هوادارانش رو در همه جای دنیا متاثر کرد. با این حال تأثیر او بر نسل‌های بعدی همچنان بعد از مرگش ادامه داره. تام بروک گزارش میده. بخشی از پارک مرکزی نیویورک که به یاد جان لنون اختصاص داده شده، جایی که هوادارانش همیشه مشغول نواختن آهنگهایش هستند. از اینجا تا ساختمان داکوتا یک توک پا بیشتر نیست. 40 سال پیش، شبی که جان لنون کشته شد، خبرنگاری جوان و بی تجربه بودم که تازه به نیویورک آمده. با عجله به داکوتا رفتم تا خبرهای دست اول درباره این اتفاق رو برای شنوندگان رادیو در بریتانیا گزارش کنم. جان لنون 2 ساعت پیش کشته شد، با صدها نفر از هوادارانش که الان در برابر ساختمان داکوتا تجمع کردند و قرار شب زنده داری کنن حرف زدند. مردم از فرط احساسات زبانشان بند آمده بود. آن زمان من هم یکی از هواداران لنون بودم. این عکس ترسناک من روی اولین کارت بی بی سی هم تا حدی این را نشان می‌دهد. خشونتی که در قتل او بود میلیون ها نفر را در همه جای جهان تحت تأثیر قرار داد. تقریبا همه یادشان هست که وقتی شنیدند او کشته شده کجا بودند. خشونت مرگ لنون واقعا شوکه‌آور بود. جان و یوکو رو دیدم که از لیموزین بیرون اومدن، به سمت در رفتن و عجله نکن. بعد من 4-5 شلیک شنیدم، صدای خیلی بلند. صدای یوکو رو شنیدم، یه زنی داد میزد. یوکو بود. یوکو فریاد میکشید کمکم کنین. به نظرم آنچه بیشتر درباره لنون دوست دارم این است که او صدایی معتبر داشت، نه فقط در موسیقی. او کارهای اشتباهی هم کرد، ولی خودش بود. چیزی کاملا تازه در زمانه ژست‌های بی حد و حصر سیاستمداران و چهره ها. تام بروک، بی بی سی نیوز، نیویورک. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر باشید.